داشتم. چرا؟ اون موقع تو مدرسه با هم بودیم دیگه، بعدش دیگه. خونه الان چرا نداریم؟ گستان الان داریم. آفرین. احسن احسن. سه افغانی دارین یا نداریم؟ آره، من اصلا اون بچگی تو محلمون چند تا دوستای صمیمی داشتم. از بچه های افغانی هستن. اوه براو براو، دقیقا بچه ها مثل خود من. اصلا اوقات خوبی من داشتم با افغانستان، خیلی بگو یعنی بگو خنده و ایداستان ما داشتیم با هم دیگه. یعنی ما فارسی زبان هم دیگه رو دوست نداشته باشیم، اونی که تای آفریقایی باید بیاد ما رو دوست داشته باشه، اونی که تای برزیل، آرژانتینه، ونزوئلایی میاد ما رو دوست داشته باشه. نه، ما هم زبونا باید هوای هم دیگه رو داشته باشیم. هی واتس اپ، من اسم PXP پای، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب لالا پاشاتون. اینجا مدیا اتحاد تمامی فارسی زبان های دنیا سر کجا مرز کشتن بیدو پول بزنیم، حرف از تهران، سمرقند، کابل و دوشنبه بزنیم. بچه ها در این ویدیو یک خانم گزارشگر زیبا و خوشبیان افغانستانی توی ایران گشته و نظر پسرها و دخترهای ایرانی رو میپرسه، راجع به افغانستانی ها و ازشون میپرسه دوست افغانستانی دارید یا خیر، و بسیار پرحاشیه است این گزارش. پس تا انتهای ویدیو حتما همراه من باشید. قبل اینکه این ویدیو رو ببینید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. بریم ویدیو جذاب هم دیگه ببینیم. Are you ready؟ اشخاصی که به چشم ما میخورن روبروی من مقابل من نشستن، بریم ببینیم که ما صحبت میکنن یا نمیکنن و نظرشون در مورد چیتگر و سوالات دیگه چیه. چقدر گزارشگر عاقلی است بچه‌ها. و یه جایی من ناراحت شدم، این که گفت بریم بهشون بگیم آیا حاضر هستن با ما گزارش کنن یا خیر. یعنی اعتماد به نفس ناشو خوش دست کم گرفته. نه خیر، اینجوری نیست. ما بسیار شما افغانستانی ها رو دوست داریم و باعث افتخار ما هم هست که مثلا گزارشگری میاد توی از افغانستان میاد توی ایران، بریم باهاش مصاحبه کنیم و باهاش هم صحبت بشیم. پس هیچ موقع خودتون رو دست کم نگیرین دوستان. سلام، روز شما بخیر. هرچند شب شده بگم. ممنون متشکرم. شما خوب هستین چلا؟ متشکرم. عذرخواهی می‌کنم دیگه وقت شما. پسرا خوشتیپی هم هستن ماشاءالله، قد بلند و اومد از اینا مسابقه کنه و چقدر مؤدب و ببینید که چقدر بچه‌ها قشنگ دارن احترام می‌ذارن. ببینید بچه‌ها، ما مردم واقعا دوست داریم شما افغانستانی‌ها. اسم زیبای شما رو بپرسم. آقای محمودیان. آقای محمودیان. بسیار عالی. اسم شما؟ آقای حسینی هست. من حسینی هستم. آقای پس افغانستان هم بچه‌ها سید داره و فامیل حسینی داره. جالب. جالب، من اینو نمی‌دونستم. این نمیدونستم، چون فامیل حسینی خیلی 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 توی ایران زیاده، یعنی اکثر سیدای ایران همشون فامیلاشون حسینیه. محمودیان عزیز، چیتگر اومدید؟ بله بله. من برای اولین بار از این مکان اومدم ولی واقعا حس خوب مثبت میگیرم. میتونم بپرسم شما برای چندمین بار از اومدید؟ مطمئنم خوب زیاد اومدید. چقدر مشی توانمندی هم هست و چقدر قشنگ بچه‌ها کنترل کلماتش رو داره و قشنگ مصاحبه میکنه اصلا، ولی حیف که یه ذره صدای ضعیف. چه شد؟ که ساکن تهران هستیم بله. خب زیاد میام شده، مثلا ما حداقل یک بار به خانواده رسیدم آخر هفته میام. او اینجا صداش ضعیفه، یه ذره بزنیم جلوتر او بخش اصلی بیاد. بریم بارو بدم چیتگر. من چون مکانه زیبای تهران دیگه جارم بخواییم ببینم. یک سوال. آها، حالا اینجا مهم شد، حالا سوالشو میخواد بپرسه. حالا نمیدونم از قبل بهشون گفته که سوالم چیه ده یا خیر. اگه یهوی ازشون بپرسه این خیلی جالبتر میشه، ریاکشنشون بالاتر. دوست افغانی دارین یا ندارین؟ آره، من اصلا اون بچگی تو محلمون چند تا دوست صمیمی داشتم. از بچهای افغانی هستن. اوه براو براو، دقیقاً بچه‌ها مثل خود من. مثل خود من که از بچگی کلن شهر ما یه جوری بود، افغانستانی زیاد داشت، همیشه توی محله هامون بودن و خیلی خوشحال می شدم، اصلا شاد و خندون می شدم. هم تنز گفتار تنز داشتن باشون، اصلا اوقات خوبی من داشتم با افغانستانی، خیلی بگو یعنی بگو خنده و ایداستان ما داشتیم با هم دیگه. هم کلاسمون بودن و الان هم خیلی هاشون انشاءالله و خوش استادکاری شدن تو بحث مبسازی، تو بحث نجاری و دارن فعالیت میکنن، خیلی هم موفقن. اصلا اینم واقعا درست گفت بچه ها، کلا توی این قضایای چه شد؟ توی این قضایای هنری و بنایی و ایداستان ها بچه ها واقعا افغانستانی اصلا یه لول از ایرانی ها بالاترن، هم با عشق و با دل و جون واقعا کار میکنن. ایرانی ها یه جوره از زیر کار در میان ولی افغانستانی با دل و جون کارشون انجام میدن.
قرار میکنم بیام وارد یه کشور دیگه میشم. لطف حالا بریم شرکت کننده یعنی گزارشگر بعدی. گزارشگر چیه؟ بریم نفرات بعدی. دقیقه نشونه برای خیلی یعنی زیبا هم هست. خیلی تمیزی هم داره. حالا من سوالات شخصی بپرسن، تنهایی اومدین یا اولادارم اولاد؟ نه بچه‌ها. چه خانواده خوبی هستن بچه‌ها. واقعا احسن برو، خدا حفظشون کنه و عشقشون همیشه پایدار باشه. خیلی عالی، شون خوشبخت باشه عزیزم. و اونا رو دیگه اون طرف حتما تنها گذاشتین. خوشم باعث افتخار عزیزم. براو احسن، براو. به این خانم میگه اصلا باعث افتخار صحبت با شما. این حرف دل واقعا مردم ایرانه بچه. اونایی که گول مدیا و اخبار و داستانا رو خوردن اصلا اونا رو فراموش کنید. اونا یکی بهشون گفته فلان افغانستانی اونجا این کار کرده، او دیگه عهد میگه همه افغانستانی ها بدن، همه افغانستانی ها بدن. فقط طبق گفته حرف اون طرف دیگه ندیده باقی افغانستانی ها رو، ندیده باهاشون هم صحبت نشده ببینه که چقدر اینا دلشو پاک، چقدر مهربانن، چقدر خیشتندارن. بچه های حراتن چقدر خوب. من هراتی هستم. آره ما تو مشهد دیگه هم خارش برم. خب لحجه مشهدی رو زیاد خوشی میبینیم. بر تهران خانه دختر. خانه دختر بچه افغانی هم آخوردی مشهد خیلی خوش موفقیت میکنم. سوال اصلیش رو نپرسید، یه ذره دیگه بزنیم جلوتر بچه ها. چی شد؟ موفقیت میکنم و لذت بود وقت شما رو میکنم. پس اینم همونجا طبق همون گفتاش تعریفاشو داشت میکرد دیگه، گفت که ما دوست داریم افغانستانی ها رو. لذت بخش از و حس خوب میته. واقعا مردم زیاده هم در حال رفت آمد هست و مخصوصا یک دو تا دختر بسیار مقبول هم از رو برای میه. خوشخند از باش کسشون. سلام کنم. سلام. رسید به این دختر خانومه. احسن 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 دختر خانومه خوشخنده. چقدر تیپای قشنگی هم جال دارن. حالا بریم ببینیم این دختر خانومه و زیبای خوشگل ایرانی در مورد افغانستانی ها چی میگن. خوب هستین انشالله. اسمای زیباتون شهریه؟ پرستو. بحبه چیه که اسمایی مقام تو مثل ظاهرتان هم مقبول هم به دلنشین است واقعا. شهریه چه اسم جالبی، اولین باری که اسم شهریه رو میشنوم بچه رو ببینید. ولی گفتارش چقدر خوبه، یعنی انرژی مثبت میده با حرف با حرفاش. یعنی شما نباید هیچ موقع هیچ حرفی رو توی دلتون نگه دارید. فلانی مثلا خونه قشنگ دار، ماشین خوب دار، چهره زیبایی دار، ازش تعریف کنید، بهش بگید این همین انرژی مثبتی به این میده و انرژیش موقع از بین نمیره و این انرژی دوباره میره میچرخه میچرخه برمیگرده به خودتون. چند سال هستی؟ 24. شما پرستو و شقایق. شقایق چند سالی؟ 24. اسم شقایق من فکر کنم میگه شهریه. چه اسم باحالی داره. حالا بریم ادامه. خواهری؟ نه دوسته. حالا چی سوال بود؟ انگار دو قلو یعنی میگم خواهری. چه خوب تنها اومدین؟ با خانواده اومدین؟ با... گاهگاهی میاد. خیلی میاد. بحبه بهتون واقعا میخوره. شما بچه بودم داشتم. حالا بریم بریم بچه و قسمتی که میخواد ازش سوال کنه. حالا بریم بریم واقعا هم چه چیای شیک پوشی هستن، هم ایرانی ها و هم موشی. بسیار چهرهای زیبا و قشنگی دارن. صحبت کردم با مردم زیبا و مهربان ایرانی، از همشون پرسیدم. حالا از شما میپرسن دوست افغانی داری؟ بچه بودم. بچه حالا یه چیزی نکته که اینجا برخوردم، اینو دختر خانم افغانستانی گفت دوست افغانی دارید، یعنی نگفت افغانستانی. ولی یه سری توی کامنت ها میگن افغانی نگو، بگو افغانستانی. گیت شدم واقعا. این قضیه رو بارها و بارها و بارها راجعی صحبت کردیم ولی در آخر باز من دوباره گیج میشم. حالا نمیدونم آخرش بگیم افغانستانی یا افغانی. داشتم. چرا؟ اون موقع تو مدرسه با هم بودیم دیگه. بعدش دیگه خونه الان چرا نداریم؟ بستان الان داریم. احسن احسن گفت الان داریم. واقعا دختر ایرانی واقعا باهوش بود و قشنگ گفت که یعنی دقیقا در جا گرفت، گفت الان داریم. برافو 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 به این شخصیت خوبش. بستین دوربین قچه به شمارتون بگیرم. دوست شدیم رفت. خیلی عالی. چه اهداف داری؟ اهداف. حالا بریم یه نفر دیگه هم بریم دیگه. کیا چی میگن؟
بریم این گروه این خانومان هم بپرد ببینیم اینا چی میگن. خب بحره و دوستیم چقدر قشنگ گفتید دوستیم. من یاد دوستای خودم افتادم و دلتنگشان شده. من الان جایی که هستید شاد و خورم باشید انشالله. چند سالتونه سارا جان؟ خدا با همی که به یاد دوستاشم هست اینم بسیار کار بسیار، یعنی چجور بگم، کار بسیار خوبیه که یاد از دوستان قدیمی خودتون کنید. البته دوست رفیقی روزا واقعا کم گیر میاد، دوست رفیق خوب، همه زبونی دوست رفیق هم، ولی دوست رفیق واقعا خوب کم گیر میاد. هنری کار کنم چقدر بشنگ. و مهندس جان چطور؟ من هم هم دوست فعالی دارم. آفرین. دقیقاً. شما مسئول چی کاری نمای حمید رضا؟ جای خیلی قشنگ اومدیم. دیگه جای زیبایی تهران کجاست به نظر؟ دیگه ما آخه خیلی قدیم بودن، یعنی مثلا تو مدرسه و اینا دوستان بودن. اکثرا بچه‌ها میگن که دوستان قدیمی داشتیم، یعنی افغانستانی بودن. چرا؟ چون اون قدیما یعنی مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران خیلی راحت‌تر بود. الان یه ذره سختگیرتر شدن، واسه همین یه ذره دوست رفیق افغانستانی این جوانای امروز کم دارن. فاطمه، زهرا، علی. باشون خیلی صمیمی یا نه؟ اینقدر صمیمی یعنی ولی دوست دارم. آره دوست دارم. خب خیلی عالی. در مورد افغانستان کدام ذهنیتی داری؟ مثلا دیدی کدام شهر و ولایت میشیره یا نه؟ یه چالش بینستا پس گوش داده به. یعنی ببینید که بچه ها ایرانی ها هم پیگیر اتفاقات توی افغانستان هستن، جاهای گردشگری، ویدیوهایی که راجع افغانستان میسازن همه ایرانی هم پیگیرش هستن. حالا من بحث افغانستان رو کنار میکشم، واقعا ممنون. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما و از این گزارش بسیار زیبا و این خانوم زیبا و قشنگ، و این بود از این ویدیو. و دیدید که ایرانیان اکثرا چقدر افغانستانی ها رو دوست دارن و دیگه همه ما فارسی زبونیم دیگه، یعنی ما فارسی زبون هم دیگه رو دوست نداشته باشیم، اونی که تای آفریقایی باید بیاد ما رو دوست داشته باشه، اونی که تای برزیل، آرژانتین، ونزوئلایی میاد ما رو دوست داشته باشه. نه، ما هم زبونا باید هوای هم دیگه رو داشته باشیم، هم دیگه رو دوست داشته باشیم. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما. اگر نظر و پیشنهادی دارین حتما توی کامنت ها از من بپرسید، و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید. آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا حتما منو فالو کنید. من زنگازی باتون بسیار دوستتون دارم. کچیو لیتر.